آقای دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین المللی دانشگاه لاهه با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید آقای گلریز. آقای زلنسکی در پارلمان بریتانیا خواستار تروریستی شناخته شدن دولت روسیه شده. دلیلش چه هست و چقدر امکان محقق شدن این خواسته وجود داره؟ درود بر شما خانم کیانی و بینندگان عزیز. تروریستی اعلام شدن یک گروه یا یک رهبر یک انتخاب سیاسی کشورهای دنیا هست، کشورهایی که الان در آخرین آمار سازمان ملل 140-140 حدوداً به ضرر روسیه رأی دادن. روی حساب خواسته عجیبی نیست، به علاوه اینی که ما در خصوص فرض بکنید تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران تأثیر اون رو مشاهده کردیم و همچنین کسان دیگری که باعث به طور مثال مشخصاً ترور قاسم سلیمانی شد. از این جهت احتمالاً در طول ماه‌های آینده اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه دور از ذهن نیست، به علاوه اینی که از نظر بین‌المللی هم الان در دیوان دادگستری لاهه پرونده‌ای باز شده برای اتفاقاً آماده سازی دنیا برای اینکه این موضوع بتونه جواب بیفته. از طرفی هم بریتانیا گفته که تا شکست کامل پوتین از اوکراین حمایت میکنه. همزمان ما شاهد به نوعی نمایش قدرت ناتو در لتونی هم امروز بودیم. اما یکی از موارد بسیار مهمی که آقای زلنسکی بارها هم به عنوان خواسته مطرح کرده بحث پرواز ممنوع هست بر فراز اوکراین، چیزی که به نظر نمیاد البته ناتو تمایلی به انجامش داشته باشه چون ریسک بزرگی داره، اینطور نیست؟ دقیقاً همینه خانم کیانی، ریسک بزرگی داره به خاطر اینکه وقت ناتو مستقیما با روسیه وارد جنگ میشه، شاید هم اتفاقا راهبرد جدید آقای پوتین همین باشه. چیزی در روسیه معروف هست که پوتین این رو بارها استفاده کرده به نام تنش‌زایی برای تنش‌زدایی، اسکلیت و دیسکلیت، و اتفاقا میتونه این یکی از راهبردهایی باشه، هیله هایی باشه که بخوان ناتو رو به این شکل وارد بکنن. حقیقتش اینه که تا الان تحریم های سیاسی و انزوای دیپلماتیک به اندازه کافی تأثیر خودش رو گذاشته و موضوع هفته پیش هم که برمیگرده به حمله به یکی از تأسیسات هسته‌ای اوکراین هم ترس رو بیشتر کرده، نگرانی رو بیشتر کرده و به خاطر این من فکر میکنم که ناتو خواست یه مقدار دندان نشان بده که آمادگی داره ولی خب سعی میکنه که تنش‌زدایی کنه. یعنی فکر میکنید که روسیه امکان داره که به نفع بخواد پای ناتو رو بکشه وسط؟ فکر میکنید قدم بعدی روسیه چه گمانه‌زنی میشه داشت؟ من فکر می‌کنم اتفاقا قدم بعدی روسیه همین هست، نوعی تنش زایی برای تنش زدایی، برای اینه که بتونه یک مقداری دو قدم به جلو بیاد که از این طریق شاید گفتگوهای آینده بیشتر به نتیجه برسه. گمان من اینه که آقای پوتین خانم کیانی نه راه پیش داره نه راه پس و باید تا انتها ادامه بده تا وقتی که سر قدرت هست. شاید در داخل روسیه اتفاقی بیفته، در سطح الیت جامعه، در سطح اعتراضاتی که می‌بینیم، ولی به هر حال پوتین راهی نداره به جز اینکه این راه رو ادامه بده تا انتها. متشکرم دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌المللی دانشگاه لاهه، از همیشه همراه ما. متشکرم.